سیزنالیتی یا فصلی بودن حرکت های بیت کوین چیزیه که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده در تایم فریم های مختلف در تایم فریم های روزانه هفتگی ماهانه و حتی سالانه که امروز میخوایم راجبش بیشتر صحبت کنیم ببینیم در چه حد این اعداد و این تکرار شوندگی واقعی و قابل اعتماد هست و هر کس چطور میتونه ازش استفاده کنه با ما همراه بش سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه وردیا هستم از آکادمی گنج امروز میخوایم راجع به سیزونالیتی صحبت کنیم راجع به فصلی بودن یا تکراری بودن حرکت های بیت کوین صحبت کنیم اول من بگم قبل از اینکه بخوام توضیح بیشتری بگم بگم از کجا ایده این داستان به ذهنم رسیده از یکی از دوستای خوبمون یکی از فالوورای خوبمون پیام دادم و یک مقاله خیلی جالبی رو فرستادن که الان همین مقاله رو می‌خوایم هم بررسی کنیم لینکش رو توی کپشن میذارم سایت میدیوم هستش یک سایتی که وبلاگ نویس ها میتونن برن وبلاگ بنویسن معمولا مطالب خیلی پربار و جالبی توش هست اما این رو گفتم که ببینید اینجا از وقتی که آکادمی گنج ایجاد شد هدفش این بود که دانش رو در جامعه ایرانی در جامعه فارسی زبان کریپتو بیشتر کنه و این به نفع منم هست من تا جایی که میتونم اطلاعاتم رو به شما منتقل میکنم از اون ور شما به من منتقل میکنیم و اصطلاحا آهن آهن رو تیز میکنه و اینجا کاریه که داریم توی گنج انجام میدیم و خیلی فرق داره خب با کاری که شاید جاهای دیگه انجام میشه اما به حاشیه نریم بریم و مقاله برسیم مقاله مقاله واقعا جالبیه با عنوان سیزنالیتی این بیت کوین و یک دهه دیتا داریم یک دهه اطلاعات داریم اطلاعات قیمتی از بیت کوین داریم و میشه کلی کار با این کرد یک دهه اطلاعات قیمتی رایگان در دست همه هست و این مقاله نویسنده این مقاله اومده نشسته و این کار رو انجام داده یعنی این پالایش این دیتا ها رو اطلاعات رو انجام داده خب اولین چیزی که به ذهن میرسه و شاید اینو قبلا دیده باشین هیت یا در واقع حالا اسم فارسی شو نمیدونم چی باید بذاریم اما یک نقشه است از روزهای مختلف سال و روزهای مختلف هفته از 2010 تا 2020 به رنگهای مختلف که این رنگهای مختلف چی رو نشون میدن Return آن اینوستمنت سی روزه رو نشون میدن یعنی هر نقطه ای که سبز رنگه نشون میده اگر شما سی روز پیش بیت کوین خریده بودین تا اون روز آیا توی سود بودین یا توی ضرر بودین و صرفا مثبت منفی رو داره نشون میده خیلی اطلاعات خاصی نیست اما این ساده ترین نگاه به سیزنالیتی بیت کوین هستش مشابه اینو اگر روی نمودار بخوایم بگیریم چه شکلی خواهد بود مشابه اینو روی نمودار اگه بخوایم بگیریم شما میتونید یک مووینگ اوریج سی روزه داشته باشیم و یه جور قیمت رو داریم با اون مقایسه دقیقا اون نیست خیلی فرق داره ولی خب به هر حال یک حس مشابهی به اون میده اما این خیلی ساده است و میگم احتمالا زیاد دیده باشینش کلی نمودار جالب دیگه هست من فقط میخوام اسم ببرم ازشون در نهایت اگر وقت کنیم میایم و یکی دو تاشون رو... یکی دو تاشون رو با دقت بیشتری بررسی میکنیم خب نمودار بعدی کماکان یکیت مپه کماکان به ازای هر نقطه یک رنگ داریم همه ای روزها اما این نقطه ها چی رو دارن نشون میدن Volatility رو دارن نشون میدن نوسانات بیت کوین رو دارن نشون میدن هرچی چی رنگ سبزتر نزدیکتر میشیم نوسانات بیشتر میشه هرچی برنگ قرمز نزدیکتر میشیم نوسانات کمتر میشه و خب یه چیز خیلی جالبی که اینجا میتونیم بهش توجه کنیم این بازه های سبز هستش که اینجاها به وجود اومده هر دو سال یک بار یک پیک نوسان یک پیک ولاتیلیتی یک پیک هیجان یا نوسانیت. ولت... کلمه فارسی بهتری متاسفانه پیدا نکردم دیده میشه این هم جالبه و من میذارم به عهده خودتون این که بریم با جزئیات رو ببینیم به حال وقت ویدیو محدود هست اما قسمت جالبتر تر داستان اینجا شروع میشه دوستانی که آمار کار کردن احتمالا با این نوع نمودارها یه کمی بیشتر آشنان نمودارهایی که میانگین دارن بالا و پایین دارن و چی دارن و اصلاحا پراکندگی رو تا حدی نشون میدن دم داره جالب این دیستریبیوشن رو دارن نشون میدن به ازای ماه های مختلفه خب ده سال ده تا دوازده ماه 120 ما ماه حدودا گذشته از وقتی که قیمت بیت کوین وجود داره و اگر ما بیایم هر ماه رو بر ده سالش رو نگاه بکنیم میتونیم یک سری نقطه در بیاریم که ریترناش چقدر بوده از اول تا آخر ماه چقدر رفتیم بالا یا چند درصد اومدیم پایین و اینجا ببینیم که به چه شکلی پراکندگی به چه شکل وجود داره نکته ای که صرفا جالبه و میخوام اینجا بهش توجه کنیم دوباره قرار از اینا سری رد بشیم این خط صفر درصد خط صفر درصد اینجاست خط صفر درصد اینجاست همین که به میانگین ماهای سال برای بیت کوین اغلبشون مثبت بوده این خط وسط هر کدوم از این کندل ها میانگین هستن اغلبشون مثبت بوده فقط دو سه ماه توی سال هست که میانگین ها منفیه مارچ آگوست و سپتامبر و بقیهشون به وضوع خیلی 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 بزرگتر بوده ماهای وجود داشته همه ماهای یک, یک سالی وجود داشته که ماه می هم چی داشته ریزش منفی 20 درصدی داشته ماه دسامبر هم ریزش منفی داشته اما میانگین ها خیلی جالبه و خب این یه جوری منطقی به نظر میاد خب به ما توی ده سال رشد خیلی بزرگی داشتیم به این رشد بزرگ توی ماه های مختلف اتفاق افتادن دیگه اما باز یک نمایش جالب یک نمایش قشنگتر از همون تغییر از همون در واقع اطلاعات این تصویر هست که واقعا تصویر جالبیه و این هم داره در واقع یه جورایی توی ماه رو پخش کرده و پراکندگی سود پراکندگی آرو آی در چی میگن بازگشت سرمایه در یک ماه این از اول تا آخر یک ماه رو در طی یک ماه داره نشون میده دوباره برای ده سال و هر کندل یعنی الان اینی که داریم میبینیم برای نوامبر برای کل چیه برای کل ده سال گذشته است طبیعتا این یه دونه ای که این بالا هست اون ماه نوامبر است که خیلی سود زیاد بود سال 2013 بسیار عالی خب پس این هم از این حالا حالا میشه میشه این میکروسکوپمون رو درجه زومش رو یه دونه بیشتر بکنیم به جای دیدگاه ماهانه بریم دیدگاه هفتگی رو نگاه بکنیم طبیعتا اغلب چون تعداد روزها خیلی بیشتر میشه یعنی تعداد هفته میشه چقدر 520 تا هفته 52 هفته 10 سال میشه 520 تا هفته پس به ازای هر کدوم از این ستون ها ما 520 تا عدد داریم و خب دوباره دوستان که آمار احتمال بهتر یادشون هست شاید از درست دانشگاهیشون هر چی تعداد اعداد بیشتر باشه در یک جامعه آماری اون شکل به چی نزدیکتر میشه به نمودار نرمال نزدیکتر میشه و این چیزی که اینجام داریم میبینیم همینه خیلی نزدیکتر و شبیهتر به نمودار نرمال اما دوباره نکات ریزی که میشه این وسط برداشت کرد اینه که مثلا آخر هفته ها بعضا شنبه به طور خاص ولاتیلیتی یا نوسانات بیشتری داره جمعه ها به خاطر حجم پایینتر نوسانات و ولاتیلیتی کمتری وجود داره خیلی اطلاعات جالبی هستن و واقعا از دل ده سال ده اطلاعات در آمدن خیلی جذابن دوباره میشه زوم رو بیشتر کرد زوم رو برد روی نموداره یک ساعته توی ده سال گذشته اگر همه یک ساعته ها رو نگاه کنیم در طی روزهای هفته میبینیم که یه سری روزها یک سری ساعت های یه سری روزها نوسانات خیلی بیشتر بوده تغییرات میانگین تغییرات بیشتر بوده مثلا ساعت سه تا چهار روز جمعه, جمعه ها رو داریم که از همه بیشتر بوده یه سری روزها از همه کمتر بوده شنبه ها رو مثلا داریم دوباره اگر بیایم باز نگاه بکنیم به بیت مقدار ولتیلیتی مقدار نوسانی بودن میبینیم که شنبه ها و یک شنبه ها از همه تاریک تر هستن از همه نوسانات کمتر هست چهار شنبه ها بعد از ظهر زور... بعد از بسته شدن بازار نیویورک بیشتر این حرکت ها رو داریم خیلی اطلاعات جالبیه یه دونه چیز دیگه هم داریم با هم ببینیم کندل بادی ریشیو نسبت بدنه فا... بدنه کندل نسبت بدنه هر کندل به طول کل کندل از بالا تا پایینش میشه کندل بادی ریشیو دوباره این نسبت رو هم بیایم بکشیم این چیو داره نشون میده نشون میده که اگر این عدد بزرگ باشه نشون میده که یک حرکت واقعی بزرگ داشتیم اگر عدد خیلی کوچیک باشه نشون میده که نوسانات زیاد داشتیم اما حرکت واقعی کوچیک بوده و دوباره اینو میتونیم ببینیم که در ساعت های مختلف و حتی توی نمودار چهار ساعته که 6 تا بیشتر در روز ازش وجود نداره به چه شکل هستش این نقطه زرد رنگ اینجا نشون میده که چی بوده پرایس uh, price... چنج زیاد بوده مقدار تغییر قیمت زیاد بوده و در واقع تغییر قیمت واقعی بوده خیلی نمودارهای جالبی هن. فرصت نیست بیشتر از این صحبت کنیم راجبشون من مقالش رو میذارم پایین واقعا نیازی به انگلیسی دونستن هم نداره خوندنش یک سری نمودار خیلی جالبه حتما وقت بذارید ببینید این مدل سازی هاست که ما رو توی بازار برنده میکنه اصلا مدل سازی شد پیشنهاد میکنم که متا مدل بیت کوین رو هم روی سایتمون ببینیم خیلی از دوستان خواسته بودن که در دسترسشون قرار بگیره برای دانلود کردن الان برای خرید هست و میتونید که نگاهش بکنید مراقب خودتون باشین زود میبینمتون و خدا نگهدار